دکتر فرداد فروزان، دانش آموخته رشته الکتروشیمی و دارای مدرک فوق دکترا از دانشگاه تگزاس است که در همین رشته نیز به فعالیت مشغول است. وی عضو گروه پژوهشی انرژی در پروژه ققنوس برای ایران است که با ایده و حمایت شاهزاده رضا پهلوی فعالیت خود را به زودی شروع خواهد کرد. با دکتر فرداد فروزان درباره فعالیت‌های علمیش و دلایل پیوستن او به گروه ققنوس گفتگو کرده ایم. آقای دکتر فرداد فروزان، متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. شما یکی از اعضای بنیانگذار گروه ققنوس هستید، گروهی که متشکل از عده‌ای از متخصصان علمی ایرانی خارج از کشور هست و قرار هست که به زودی فعالیت خودش رو شروع کنه. لطف میکنید کمی در مورد تحصیلات و فعالیت‌های علمی خودتون برای ما بیشتر توضیح بدید. درود بر شما. من رشته تحصیلیم شیمی هستش، دکترا در شیمی دارم و تخصصم الکتروکمستری هستش که در واقع به سیستم های باتری های لیتیوم، مواد مختلف، نیکل متل هایدراید ها، نیکل کادمیوم ها که در قدیم ازش استفاده می شد ولی الان بیشتر از لیتیوم استفاده می شه، تخصصم در اون امور هستش. و در ضمن روی انرژی خورشیدی کار می کنم، سیستم های فوتوولتایک، ساختن در واقع فیبرای نیمه حادی های سیلیکون برای استفاده در فوتوولتایک سل ها. درست، اگه بخواید به زبان ساده توضیح بدید در واقع فعالیت های علمی خودتون رو، دقیقا در زندگی کاربردی شامل چه چیزایی میشه؟ بله، نگاه کنید، الان انرژی یک مشکلی هستش که دنیا در دوچارش شده و فقط مختص به ایران نیستش. انرژی و آلودگی هوا خب توی این دهه های گذشته باعث شده که علم به سوی پیش بره که بشه از انرژی برق استفاده بکنیم و آلودگی رو کمتر بکنیم. انرژی برق خیلی راحت تر ممکنه به دست بیاد، سرمایه کمتری بخواد برای تولیدش. و من در واقع در تا ساخت فیبرهای سیلیکون که استفاده میشه برای ساختن این مدارهای بزرگ فوتوولتاییک، در اونها راجع به اونها کار کردم، در رابطه با اونها کار کردم و به صورت الکتروشیمی شیمیایی، یعنی در واقع لعاب دادن یک قشاع بسیار ظریفی از سیلیکون روی کاربن کار کردم و اون رو به عنوان یک ایده‌ای که یک ایده جدیدی هستش عرضه کردیم. می‌خوایم ببینیم اگه بشه قیمت ساخت این سل‌های فوتوولتاییک رو کمتر کنیم و این رو یک سیستمی بکنیم که با قیمت ارزان‌تر دست مردم قرار بگیره و ازش استفاده بیشتر بشه. در ضمن هم وقتی که انرژی خورشید رو شما تبدیل می‌کنید به برق، اگه خورشید وجود نداشته باشه، اگه خورشید یعنی شب باشه، خورشید غروب کرده باشه، بعد از غروب دیگه شما تولید برق ندارید. پس چه بهتر که اون برقی رو که در روز تولید شده اگه استفادهش نکردید یه جا ذخیرهش بکنید. و این یک سیستمایی رو ازش استفاده میشه کرد که باتری های مختلف لیتیوم درش وجود داره و میتونه برق اضافه رو یا مازاد رو در واقع ذخیره کنه تا اینکه در شبانگاه و وقتی که نور نیستش از اون بشه استفاده کرد. پس تخصص من در واقع در اون هستش. البته همونطور که میدونین این باتری ها و سیستم های ذخیره انرژی خب کاربردهای بسیار زیادی داره، من جمله تلفن های دستی، کامپیوترها، لپتاپ ها و تعدادی از دستگاه های دیگهی که در واقع بهش میگن consumer electronic products. و برای اینکه باتری های لیتیوم رو به صورت صحیح ازش استفاده کرد که آتیش نگیرن، که باعث انفجار نشن، یک ضوابطی هستش که باید عمل بشه. در واقع تخصص من روی سیفتی استاندارد های باتری ها هم هستش که روش کار میکنم.
بسیار گسترده است آقای دکتر. خواستم ببینم پس در واقع تصمیمی گرفتید و در واقع برای تشکیل گروه ققنوس با توجه به حجم فعالیت هایی که به نظر میرسه در حوزه فعالیت خودتون دارید در واقع به چه دلیل بوده؟ چطور شد تصمیم گرفتید که در این گروه مشارکت کنید و چه اهدافی رو شخصی دنبال میکنید در این گروه؟ بله، گروه ققنوس یک ایده بسیار جدیدی به نظر من بود، چون در عمل من فکر میکنم در 40 سال پیش تا به حال یک ارگان علمی ایرانی که بتونه در کارهای مختلف رو در آن واحد بهش رسیدگی بکنه، یعنی از انرژی گرفته، از آب گرفته، از آموزش و پرورش گرفته، هلث و سایکولوژی نبوده که همه بتونن با هم همکاری کنند و هدف این هم باشه که به داخل ایران کمک بشه. یعنی ماهایی که خارج هستیم و در واقع آزادی های بیشتری داریم، حرفایی که باید بزنیم و بتونیم بزنیم بدون ابا و بدون ترس این حرفا رو بزنیم و در واقع برنامه هایی در اختیار مردم، در اختیار متخصصین داخل کشور قرار بدیم. بیشتر برنامه ها هم در واقع سوالاتی هستش که از خود ایران به ما میرسه، یعنی داریم سعی میکنیم رفع مشکلاتی که در ایران وجود داره رو بهش کمک کنیم و زندگی مردم ایران رو بهتر کنیم. در واقع وقتی که مبحث ققنوس رو من راجع به شنیدم و شنیدم یکی از شاخه هاش انرژی هستش و خب بالاخره به علت سوابق خودم تصمیم گرفتم همکاری بکنم باهاشون و خیلی خوشحال هستم که الان حدود 13 تا بودیم ولی الان شدیم 14 تا شاخه مختلف وجود داره در ققنوس و فعالیت همون رو شروع کردیم. البته به زودی در واقع اعلام وجود خواهیم کرد و همه چی علنی خواهد بود. بسیار عالی. در واقع حوزه تخصصی انرژی در گروه ققنوس برنامه مشخصی داره یا اولویت بندی مشخصی شده، زیر مجموعه های مشخصی تشکیل شده یا تعداد اعضاش معلوم هست؟ بله، البته تعداد اعضا همینطور، اگر کسی متخصص دیگه باشه که بخواد همکاری کنه ما بسیار بسیار خوشحال میشیم باهاشون کار کنیم داخل ایران و خارج ایران، یعنی و در نتیجه تعداد اعضا همچنان هر هفته رو به ازدیاده و اون یک واقعا یک خواسته خودمون هستش. نمیخواستیم با فقط چند نفر همکاری کنیم، میخواستیم تا اونجایی که میشه با همگان همکاری کنیم. پروژه هایی که روش کار میشه در واقع سوالاتی هستن که از خود ایران به دستمون میرسه یا از مقالاتی که بیشتر استادهای دانشگاه یا متخصصین صنعتگران ایرانی به چاپ رسوندن در مجلات مختلف علمی مثلا، و خب اونها بلندگوی رسایی در اختیارشون نیست و اگر در جایی مطلبی رو عرضه می کنند باید با ترس و لرز بعضی وقتا رو به صحبت بکنن، ولی وقتی که ابسترکت های این مقالات رو می خونین و درش نوشته شده که due to mismanagement ما فلان مشکل رو داریم، اونجا خب برای ما مسلماً یک ندایی هستش که خب نمیتونن بگن کی میسمنج کرده یا چطوری میسمنج شده. پس ما رو اونها کار میکنیم و سعی میکنیم که بهشون کمک بکنیم، حرفایی که اونها میتونن بزنن، چون متخصصین داخل ایران بسیار بسیار واقعا کارهاشون رو درش خوب هستن. من مقالات رو که میخونیم بسیار دانشمند هستن، توانمند هستن، ولی اون سیستم اجازه نمیده که راحت صحبت کنن. پس در اون در واقع امور ما فعالیتمون بیشتره، مباحثی که در ایران وجود داره، مشکلاتی که در ایران وجود دارن و هدف به کمک کردن به اونها هستش. درسته. اما یه سوالی که همیشه پیرو صحبتی که کردید در مورد ققنوس وجود داشته این هستش که آیا به این معنی هستش که فعالیت های گروه ققنوس به این معنی هست که در واقع متخصصی و نخبه هایی که در ایران زندگی میکنن فعالیت هاشون در واقع مثمر ثمر نبوده، یا به این معنی هستش که اونها مانعی برای فعالیت های خودشون داشتن یا در واقع امکانات اجرایی براش نداشتن؟ در واقع بحثی که شما مطرح کردید. بله، سوال بسیار جالبیه. در اونی که واقعا نخبگان داخل ایران
حرفه‌ای هستند و اطلاعات به روز دارند و تحصیلات بسیار بالایی دارند و دلسوز مملکت هستند، دارن روی مواردی کار میکنن که در واقعا در رابطه با ایران هستش و بهبود زندگی ایرانیان هستش شکی نیست. یعنی به هیچ عنوان ما اینجا نیومدیم چیزی رو به آنها بیاموزیم، بلکه داریم سعی میکنیم به صورت یک بلنگویی، یک بلنگویی که در آزادی میتونه عمل کنه، خود ما عمل بکنیم، مشکلات اونها رو بشنویم و راه حل های مدرنی رو که چه بسا در کشورهایی که درش زندگی میکنیم، چون ققنوس الان در همه جای دنیا الان عضو داره، از استرالیا گرفته، خاورمیانه گرفته، اروپا گرفته، امریکا گرفته، کانادا گرفته و همینطوری در حال گسترشه. پس هممون یه چیزایی یاد گرفتیم و در زندگیمون، در کارهای امور در واقع کاریمون استفاده کردیم، میخواییم اونها رو به ایرانیان عرضه کنیم. درسته؟ پس این رو میخوام اکیداً در واقع بهش یادآور بشم که به هیچ عنوان نظر این نیست که داخل ایران نمیدونن چی کار میکنن، بلکه خیلی اوقات نمیتونن بگن، نمیتونن صحبت کنن در آزادی. الان وقتی که بیشتر کارهایی که در ایران هستش دست نهادهایی هست که واقعا صلاحیت ندارند، سد سازی میکنن جایی که در واقع نوشته شده که اونجا که آقا اینجا نمک هستش، اینجا نباید سدی درش ساخته بشه و این کار رو انجام میدند، خب کی این کار رو کرده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ اینو متخصصین که نیومدن، چون در واقع رپورت هایی وجود داره که اونجا جای جا و مکان درستش نیست، ولی این کار انجام شد. چرا این کار انجام شد؟ حالا اتفاق افتاده، کلی آب شیرینمون هم داره از بین میره. چه کار میشه کرد که این جلوگیری از این کار بشه، چه که بلکه بتونیم این رو بهبود بدیم اون شرایط رو؟ انرژی هم همینطور، الان تعداد زیادی از این به قول معروف مزارع انرژی خورشیدی یا فارم های انرژی خورشیدی در ایران راه افتاده، ولی بسیاریشون تکنولوژی قدیمی تر رو دارن استفاده میکنن و بسیاریشون هم با سرمایه خارجی راه افتادن. خب سرمایه خارجی وقتی که به داخل ایران میاد دلیلش چی هستش؟ برای ایرانی که نمیکنن این کار رو، که چون پول میخوان بسازن. پس قیمت تموم شده یک مزرعه خورشیدی اگر یک دلار باشه، در واقع ایران و ایرانی باید یه دلارشون رو پس بده به اضافه یک درآمد هنگفتی. خب چرا نباید این کارا رو در داخل ایران انجام بشه؟ این تکنولوژی رو میشه بومی کرد، تولیدات رو میشه بومی کرد. خلاص خیلی مباحث زیادی هستش داریم روش کار میکنیم و میگم رابطه‌ای که با ایران داریم اون رو باید قوی‌تر بکنیم. نصفی از این سوالات خود از داخل ایران مطرح میشه. آقای دکتر، سوالی که مطرح هست این هست که گروه ققنوس در واقع گرایش خاص سیاسی داره، خصوصا اینکه شاهزاده رضا پهلوی در واقع مبدع و حامی این گروه هستند. به هیچ عنوان ما گرایش سیاسی نداریم. اتفاقا اعضای ققنوس در واقع پرونده های سیاسی مختلفی دارن، از جمهوری خواه هستش، همه جوره. نمیخوام اصلا وارد اون بشم چون مهم نیست، ولی اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک مرد میهن‌پرست یک ایده ای رو عرضه کردند که به دل ماها نشست، یعنی متخصصین خارج کشور وقتی که این فراخوان رو شنیدن، چرا نه، یه ایده بسیار خوبی هستش و ایشون هم در واقع این رو عنوان کردن، ولی لزوماً نشان دهنده گرایش سیاسی ما به ایشان یا به یک گروه به خصوصی نیستش. یک نیازیه که مملکت داره، یک نیازیه که مردم دارن. زندگی متاسفانه برای ایرانی های ساکن داخل کشور 40 ساله که وخیمتر شده، مشکلتر شده، از اقتصاد گرفته، از کشمکش های داخلی، تمام اون مشکلات زندگی که هر انسانی در همه جای کره زمین که زندگی کنه بالاخره به صورت طبیعی داره، ولی وقتی که در بعضی از ممالک مثل ایران، مثل جمهوری اسلامی ایران وقتی که درش زندگی میکنید،
اون دردسرها زیادتره، مشکلات زیادتره، نابسامانی ها زیادتره، باعث تنش میشه. پس در نتیجه صحبتی که ایشون کردن در رابطه با آوردن متخصصین گرد هم در رابطه با رسیدن به مشکلات مردم ایران، چرا که این کارو نکنه، هر کسی که یه چیزی بلده چرا نهید همکنی کنه. آقای دکتر، همطور که خودتون فرمودید، یکی از معضلات خیلی بزرگ ایران در واقع معضلات در واقع مربوط به انرژی و آب هست و شرایطی که در واقع در ایران وجود داره، حالا به لحاظ خشکسالی و یا به لحاظ هدررفت انرژی بسیار وحشتناک است. فکر میکنید که در واقع از پروژه هایی که بخواید شروع بکنید و بررسی و پژوهش، کدوم پروژه واقعا در اولویت قرار داره؟ و اگه بخواید ارزیابی داشته باشید به طور کلی از وضعیتی که در واقع حوزه انرژی در ایران داره، از نظر شما مشکل از کجاست و آیا راه حلی میتونیم که ارائه بدیم؟ بله، البته میدونین مشکلات در ایران بسیار زیاده و خب شما خواستین که در مورد انرژی صحبت بشه، ولی همون مشکلات رو در سیستم آب مملکت ما میبینیم. خود متخصصین داخل ایران واقعا فریادها دارن میکشن، سعی میکنن بکشن، ولی گوش شنوا خب نیست. نگاه کنید، در مورد انرژی اولین قدمی که میشه برداشت واقعا آموزش چگانگی استفاده کردن از انرژی توسط مردمه. یعنی خود مردم باید بدونن که وقتی که برق لازم نیست چراغ رو خاموش کنن پشت سرشون، وقتی که از اتاق خارج میشن، اینا یه چیزای آموزشیه، درسته؟ وقتی که ماشینشون پارکه کنار خیابون، این موتور ماشین روشن نباید لزوما روشن بمونه. وقتی که داریم 5 دقیقه منتظر یک کسی هستیم، خب این موتور رو خاموش کنیم، لازم نیستش که پنجره رو بکشیم پایین، کولر رو استفاده نکنیم، و یا در واقع طرق دیگه‌ای که مختلفی که میشه با این مسئله برخورد کرد. آموزش و پرورش بسیار مهم، یعنی یک فرد به عنوان یک مصرف کننده باید بخواد که کمک بکنه، و اگر این کار نشه خب مشکلات خیلی زیادتر خواهد شد و کسایی هم که میخوان مشکل گشایی کنند، آنها هم کار بسیار مشکل تری رو در واقع خواهند داشت. پس اولین قدم واقعا استفاده از انرژی، نحوه استفاده از انرژی هستش، چگانگی استفاده از انرژی هستش. حالا برق هم یکی از اون سیستم ها هستش که باید راجب آموزشش به مردم در واقع بهشون تذکر داد. ولی تولید برق خب از طرق مختلف انجام میشه. یکی از مشکلاتی که ایران داره آن هم آلودگی هواست، یعنی مسائل زیست محیطی بسیار زیادی هستش. الان به خصوص با یک مقدار از متاسفانه اتفاقات طبیعی مثل اینورژن که کاری نمیشه زیاد راجبش کرد، شهر تهران آلودگی هوایی بسیار زیادی داره. خب با همه طرح ترافیک و همه کارهایی که سعی شده اونجا انجام بشه، باز این مشکلات همچنان هستن. تراکم زیاده، تعداد جمعیت بسیار زیاده. تو 40 سال گذشته ایران چندین برابر وسعت پیدا کرده، در صورتی که ممکنه گنجایشش رو نداشته باشه. خیلی از مشکلاتی که امروز ایران و ایرانی باهاش مواجه هستش رو میشه درست کرد، ولی هم مردم باید بخوان و هم یک نظامی باید وجود داشته باشه که اجازه بده که معقولانه به نتایجی برسیم و اونها رو به اجرا در بیاره. و اگر یک نظامی با فناتیک بودن، حالا چه یک نظر مذهبی فناتیک داشته باشه، به علت مذهبش نذاره کار درست انجام بشه، چه به علت خب روند سیاسی که خودش در نظر داره و پیش گرفته نذاره کارهای درست انجام بشن، تکنوکرات ها رو خفه کنه، زیست محیطی ها رو نابود کنه، خب مسلما کار درست نمیشه. و
و همچنان مشکلات زیادتر خواهد شد. بله، متاسفانه یکی از معضلاتی که به حوزه محیط زیست ایران داره این هستش که دستاویز در واقع سیاست ها و سیاست بازی هاست، در واقع سدسازی هایی که شده، پروژه های انتقال آبی که در واقع میخواد شروع بشه و خیلی از موضوع های دیگه‌ای که مربوط به در واقع حوزه محیط زیست هست در واقع تحت تأثیر این سیاست بازی هاست که اگر هم میخواست اقدامی هم صورت بگیره از طرف نخبگان داخلی با این سدهای بسیار بزرگ مواجه هست. در چنین شرایطی فکر میکنید آیا راه حل اثر بخش کوتاه مدتی میشه پیدا کرد؟ بله، اتفاقا صحبت راجع به این مشکلات بسیار زیاده، یعنی قبرونسی ها دارن دائما با هم صحبت این مسائل رو میشناسند و دارن راجع به اینها کار میکنن که به هدف برسن. جواب سوال شما یک کمی مشکل دادنش، چون هم بله و هم نه هستش. در کوتاه مدت یک سری کارهایی میشه کرد، درسته؟ ناکنید استفاده از آب، آبیاری. الان مسئله کشاورزی ایران خب در خیلی از نقاط کشت بالا رفته، تولیدات بالا رفته، چون مساحت زیادتری رو دارن ازش استفاده میکنن، ولی بازدهی کشاورزی مثلا بگیم در هر هکتار اگر 1 کیلو تولید میکنن که حالا بسیار زیادتره، ولی به صورت مثال در اروپا 6 کیلو تولید میشه، درسته؟ و با آبیاری بهتر، آبیاری دقیق‌تر، آبیاری با آب لبشور، آبیاری قطره‌ای به اون اهدافشون میرسند. ما به علت مشکلاتی که بعد از انقلاب پیدا شد و به علت جهاد سازندگی که همینطوری سد ساختن این ور اون ور، کاره واقعا اساسی غیر معقولانه کردن. خب سد رو همه جا احتیاج داریم، یعنی هر مملکتی باید یه ذخیره آب داشته باشه، ولی باید درست این کار انجام بشه، نه اینکه از زیر سد آب رد شه، نه اینکه آبی که شما در واقع ذخیره میکنید شور بشه. خب اینا خیلی اینا مشکلات اساسی بود دیگه. پس در بعضی از موارد جواب سوال شما اینه که بله، درسته میشه یه کاری رو سریع کرد، ولی وقتی که مخازن زیرزمینی، چاه‌ها الان به اعماق 300 متری رسیده بعضی جاها، الان در خود تهران مناطقی نشست کرده 20 سانتی متر نشست کرده خاک در شهر تهران. خب دلیلش چیه؟ میدونین اینا یه سری از آبهای زیرزمینی 1000 سال طول کشیده که اونجا رو اشباع کنه و در واقع زمین رو نگه داره و اینا رو تخلیه کردن و اینا خب هم بارندگی کم شده، هم مصرف زیاد شده و هم این که در جاهایی که نباید چاه زده شده، تعداد چاه‌های غیر مجاز در ایران الان خیلی زیاد شده. خب اینا همش باید بهش رسیدگی بشه، باید راندمان کارها تولیدات کشاورزی رو بالا برد، باید از هکتارهای کمتر، مساحت کمتری از زمین استفاده کنند و تولید رو ببرن بالا. اینا پروژه هایی هستش که در قلب واقعا بهش فکر میشه و در عمل هم اجرا میشه، ولی در ایران متاسفانه این اتفاق نیفتاده. در 40 سال گذشته اشتباهات بسیار اساسی شده در ایران. میدونین اینها همه پیامد داره. تازه اول ماجراست. اگه جلوشو نگیرین شما تصور بکنین 50 سال دیگه، 100 سال دیگه ایران به کجا خواهد رسید. همین در زمینه آب، حتی حداقلش آب. الان مخازن خالیان. مشکلات زیاده. بله، اگه بخوایم به عنوان آخرین سوال تخیل کنیم، آیا میتونیم که اینطور تصور بکنیم که ما در جهان آینده در ایران اگر بر اساس فرمول‌های بروز دنیا پیش بریم، نخبگان ما فضای فعالیت منطقی و آزادانه برای کارهای خودشون داشته باشن، برای پیشرفت کشورمون داشته باشن، فکر میکنید که در حوزه انرژی از نظر شما چه چیزی میتونه در ایران اجرایی بشه در رشته تخصصی که شما خودتون دارید که بسیار گسترده وسیعی هم هست؟ سرکار خانم کریمی، نگاه کنید، یک زمانی به یک مردمی، به یک مملکتی وعده‌ای داده شده بود که ما به دروازه های تمدن بزرگ برسیم.
درسته، یعنی این یک سیری بود که در عمل هم ملموس بود، میشد دید، در عمل اجرا داشت میشد، هم از لحاظ صنعتی، هم از لحاظ کل، در کل کشور پیشرفت داشت میکرد. دروازه های تمدن بزرگ به روی ما بسته شد. 40 سال پیش یه اتفاقی افتاد، به دست خودمون، به دست دیگری، به دست بیگانه، به دست، ولی خودمون هم مقصر بود. و متاسفانه اون دروازه های تمدن اگر بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه در اختیارمون بود، الان 40 سالی که ازش گذشته و نه تنها پیش نرفتیم، بسیار هم پس رفتیم. ولی مردم ایران باید امید داشته باشند به اینی که کسانی هستند در داخل ایران و در خارج ایران که قابلیت کمک کردن دارند، اطلاعات لازم رو دارن و اون دروازه های تمدن بزرگ رو که به ما قول داده شده بود دوباره برای اون مملکت بتونیم زنده کنیم. رسیدن به اون آرزوی آرزویی که غیر قابل دسترس نیست، فقط آدم های دلسوز میخواد، آدم هایی میخواد که ارجحیت رو به عقل بدن نه به خرافات، اجازه بدن مملکت اونطوری که باید پیشرفت کنه، یه نظامی وجود داشته باشه که حرف حق مردم رو خفه نکنه، گوش به مشکلات بده و راه حل‌ها رو هم در نظر بگیره و باهاش تضاد نداشته باشه. اگر راه حل‌ها معقولانه باشن، اگر با خرد و با تفکر به اونها رسیده باشه، دلیل داشته باشه، علمی باشه. الان مشکل اساسی ما اینه، ما دشمن تراشی دیگه نباید بشه، باید دوست با تمام دنیا دوست بشیم، باید با از ممالکی که تکنولوژی درشون هست استفاده کنیم، کمک بکنیم، کمک بکنند، درخواست کمک بشه، چرا که نه. زندگی سخت آسونه، خیلی آسونه یه کسی زندگی سختی داشته باشه، ولی زندگی دلپذیر زیبا با دردسرهای کمتر احتیاج به همکاری انسان‌ها داره و علاوه بر خود ما ایرانی ها باید با دنیا هم در واقع صلح داشته باشیم، دوستی کنیم و بخوایم که با همگام با پیشرفت جهان مملکت ما هم پیشرفت کنیم. پس در خاتمه باید بگم که اون دروازه های تمدن بزرگ رو ققنوس حداقل داره سعی میکنه که اونها رو برای ایرانی‌ها دوباره مطرح کنه و اون دروازه رو باز کنه.